سلام، روز و شب همه دوستان به خیر باشه. امیدوارم تا امروز تونسته باشین دروس رو با من به خوبی پیش برید. از 3 درس گذشته ما مباحث کلیدی رو در حوزه ساختارهای گرامری با هم شروع کردیم که بسیار هم مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفت. امروز هم مثل 2 درس گذشته به بررسی یکی از ساختارهای ساده که میتونه تنوع گرامری رایتینگتون رو بالا ببره به همراه جانمایی اون ساختار در رایتینگ هاتون میپردازیم. پس بریم با انرژی درس امروز رو هم ببینیم. همونطور که احتمالاً از تیتر درس هم متوجه شدیم، ما در ارتباط با یک ساختار میخوایم با هم بحث بکنیم به نام Double Comparatives یا Combined Comparatives. یه ساختار بسیار ساده که احتمالاً توی نوشته های مختلف، توی ریدینگ های مختلف اون رو دیدین و شاید خودتون هم توی ساختارهای ساده تر ازش استفاده کرده باشید. ولی من کاری که میخوام انجام بدم این هستش که این ساختار رو بیاریم توی رایتینگ های تسک تو یه مقدار بهترش بکنیم و همینطور هم جای اونها رو توی رایتینگ هامون مشخص بکنیم تا از این بعد بتونیم همیشه توی رایتینگ هامون این ساختار رو یک بار استفاده بکنیم. یه چیزی که من تا فراموش نکردم بگم این هستش که ما توی رایتینگ هایی که داریم مینویسیم و همچنین توی درس هایی که داریم با هم دیگه پیش میریم، من خودم همیشه هدفم این هستش که ساختارهایی رو با بچه ها کار بکنم که ساختارهای خیلی سخت و چالنجینگی نیستن. چون ما چیزی که توی رایتینگ از ما میخوان، حالا مثلا ساخت جمله های کامپلکس و کامپاوند استراکچرز، کوردینیت و سابوردینیت ها و همینطور ساختارهایی هستش که میتونه به رایتینگمون یه مقدار تنوع گرامری و ساختاری بده. اینکه مثلا فرض کنید یه سری استراکچرهای خیلی سنگین رو بعضی از بچه ها میرن یاد میگیرن، بعد هیچ وقت هم نمیتونن ازش استفاده کنن و در کنار اون ساختارهای ساده گرامری رو توش مشکل دارن، مطمئنا نمره رایتینگشون رو اضافه نخواهد کرد. ما دنبال ساختارهایی هستیم که در عین سادگی میتونن تمام اون معیارهایی که برای ما توی بند اسکریپترز مشخص کردن رو بهش برسیم. پس یکی از اون ساختارهایی که امروز هم می‌خوایم با هم بحث بکنیم به نظر ساختار ساده‌ای میرسه، ولی وقتی که تو دل رایتینگ قرار میگیره می‌بینین که چقدر میتونه رایتینگمون رو بهبود ببخشه. این ساختاری که امروز می‌خوایم با هم بحث بکنیم ساختاری هستش به نام دابل کامپراتیوز. همونطور که می‌دونید بعضی از بچه‌ها به نام دی کامپراتیو می‌شناسنش. مدلش هم خیلی ساده است، احتمالاً دیدین ساختارهای خیلی ساده‌ای مثل مثلا دی ارلیر دی بهتر، هر چه زودتر بهتر، ساختارهای خیلی ساده‌ای که توی اسپیکینگ هم خیلی ازش استفاده کردیم، ولی ما اینجا می‌خوایم یه مقدار رسمی‌ترش بکنیم و توی رایتینگ هامون ازش استفاده بکنیم. ساختارهای دابل کامپراتیو چون شکلشون شکل کاز و ایفکت هستش، یه ارتباط بین علت و معلوله، توی رایتینگ هامون یه جایگاه خیلی خوب میتونه داشته باشه. یه نگاهی به چند تا مثال بندازیم. مثلا میخوام بگم اگر ما زودتر بریم من میتونم زودتر بخوابم. خب این ساختار رو من خیلی راحت میتونم تغییرش بدم، صفتهای برتر رو میارم ابتدای جمله و فقط کاری که باید انجام بدم یه دی قبلش میذارم، یعنی میشه the sooner we leave. این میشه هرچه، این the sooner ترجمهش میشه هرچه، هرچه ما زودتر حرکت بکنیم و ما ترک بکنیم، the earlier I can sleep، من هم زودتر میتونم بخوابم. یا مثلا این استراکچر نیا کنین، میخوام بگم که وقتی جوانتری میتونی انگلیسی رو بهتر یاد بگیری. When you are younger, it is easier to learn English. حالا همین ساختاره رو میتونم صفتهای برترش رو بیارم ابتدای جمله. میشه The younger you are, the easier it is to learn English. حالا توی معمولا اسپیکینگ کاری که انجام میدیم، توی رایتینگ هم این کار انجام میشه، ولی بیشتر مسلط توی اسپیکینگ هست، فعلهای to be رو با حالا سابجکتی که داره معمولا هضم میکنن. یعنی ما این ساختار رو میتونیم بگیم The younger the easier it is to learn English. از این مدل جمله ها هم فکر میکنم میتونین توی اسپیکینگتون خیلی استفاده کنین، ولی تو رایتینگ بهترین حالتش اینه که همه ساختار و همه جمله رو بنویسیم. یه جمله دیگر با هم دیگه مرور بکنیم. میخوام بگم که وقتی که شما تجربه بیشتری دارین راحت تر میتونین شغل پیدا کنین. The more experienced you are, the easier it is to find a job. ساختارهای خیلی ساده، مطمئنم بلدین و این فقط چند تا مثال زدم که ببینین که ما چیزی که الان به عنوان یک ساختار نهان توی این جمله ها میبینیم ساختار کاز و ایفکت هستش، یه ساختار علت و معلوله، یه ارتباط رو میخوایم بیان بکنن. خب اگه یادتون باشه جلسه پیش هم در این ارتباط با هم صحبت کردیم، جای این ساختارها کجا بود؟ دقیقاً وقتی که من میخوام یک دلیل رو توی رایتینگم بگم، یک ایده رو بیان بکنم، چون ایده های ما همیشه جنسشون
وقتی اگر چون بود، همونطوری که توی ریداکشن اف ادوربیال کلاس ها با هم بررسی کردیم، ما همیشه دلایل و ایده هایی که داریم رو میتونیم با این ساختارها به فارسی درشون بیاریم و بعد به انگلیسی به یکی از حالا ساختارهای خوبی که بلدیم بنویسیم. یکی از ساختارهایی که قبلا با هم دیگه روش کار کردیم ادوربیال کلاس ها و اگر شد مثلا ریداکشنی که توشون اجرا میشد، ساختاری که اینجا یاد میگیریم که یکی از مدل های دیگه هستش همین ساختار دابل کامپراتیوز که میتونیم از این استفاده بکنیم برای نوشتن دلایل یا همون ریزن ها و ایده هامون، و یا اگر که حتی مثلا ایدهمون خیلی کوتاه تر بود میتونیم برای توضیح اون از این ساختار استفاده بکنیم. بیایم یکی دو تا مثال یه مقدار رایتینگی تر رو با هم دیگه بررسی بکنیم. فرض بکنین من این دوتا رایتینگ رو چون قبلا هم داشتیم، فقط سعی میکنم که موضوعاتی رو انتخاب بکنم که قبلا راجبشون نوشتیم، هم مدل های رایتینگ و هم تو قسمت های مختلف مثل جایی که در مورد لکسیکال ریسورس بحث میکردیم راجب این رایتینگ ها خیلی با هم دیگه کار کردیم. من سعی میکنم از همون مثال ها استفاده بکنم چون فکر میکنم پیشینه دارین ازش میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. ما یک موضوعی اگه یادتون باشه داشتیم در ارتباط با اینکه توریست ها میتونن الان برن مناطق خیلی سخت مثل سهارا دزرت یا آنتارکتیک رو ویزیت بکنن. حالا سوالمون این بود که آیا این خوبه یا بده، یا چه مزایا و معایبی برای اون افراد داره. یکی از ریزن هایی که اونجا با هم بررسی کردیم و بحث کردیم این بود که وقتی افراد به این مناطق توریستی و جاذبه های چالش برانگیز توریستی میرن، اونها بعدن که مشکلات مثلا مالی تو زندگیشون به وجود میاد میتونن با این بحران ها با اعتماد به نفس بیشتر یا با صبر و حوصله بیشتر روبرو بشن. خب مثلا فرض کنیم من یه جمله میتونستم به این صورت بنویسم: When one travels to these challenging attractions, they are likely to appear more patient and calm in face of crises such as financial problems. حالا همین ساختاره خیلی راحت میتونه تغییر بکنه به یک ساختار دابل کامپراتیو. همونطور که میبینیم من مخصوصا تو جمله ها سعی میکنم که یه جوری بنویسمش که اون صفت برتره رو نداره. ببین من میخوام بگم که وقتی میرن به این اترکشن ها بعدن تو مشکلات زندگیشون میتونن صبر و حوصله بیشتری داشته باشن. خب یه ساختار کاز و ایفکت دیگه، میبینی اگه یه اتفاق بیفته یه اتفاق دیگه میفته، یا وقتی یه اتفاقی میفته یه اتفاق بعد میتونه بیفته. حالا همین استراکچر من یه جوری میتونم تغییرش بدم که با اون ساختار دابل کامپراتیو ساخته بشه. میشه اینجوری بشه: The more one travels to these challenging attractions, the more patient and calm they are likely to appear in face of crises such as financial problems. یعنی من اون the more one travels رو آوردم اول، the more patient and calm هم آوردم اول. یادم باشه ما اینجا راجع به کامپراتیو های اسمی داریم، صفتی داریم بحث میکنیم، یعنی حتی اگر قید هم باشه ما ادجکتیوش رو به ابتدای جمله میاریم. توی جمله بعدی مدار بیشتر میتونیم ببینیم. یه موضوع دیگه اگه یادتون باشه داشتیم با هم دیگه راجع به این که الکترونیک گیمز، بازی کردن با مثلا بازی‌های کامپیوتری چه مزایا و معایبی میتونه برای یانگ پیپل داشته باشه. یکی از چیزایی که به ذهن میرسه اینه که وقتی که شما تو این بازی‌ها مثلا استراب و استرس رو تجربه می‌کنی، باهاش روبرو می‌شی، بعداً توی زندگیت هم اگر استرسی وجود داشته باشه راحت‌تر می‌تونی باهاش روبرو بشی. خب ما این استراکچر رو اینجوری میتونیم بنویسیم: When the young are accustomed to anxiety, they can cope with the stress better. هرچی بیشتر با این تشویش تو این بازی ها روبرو میشن و عادت میکنن، بعدن هم بهتر میتونن تو زندگیشون با استرسشون به استرسشون غلبه بکنن. حالا همین ساختار رو من میتونم دابل کامپراتیوزش بکنم: The more the young are accustomed to anxiety. The young رو که احتمالا میدونین دیگه، ما بعضی از صفت ها مثل young و old و poor و blind و صفت های خاصی رو میتونیم اگر که یک د قبلشون بیاریم اون صفت رو تغییرش بدیم به یک اسم جمع. مثلا young میشه جوان صفته، ولی the young میشه جوانان، یا مثلا old یا elderly معنی پیر میده، میتونم بگم the young, the old یا the elderly که بشه سالمندان، یا مثلا the poor میشه فقرا، the rich میشه ثروتمندان. The more the young are accustomed to anxiety، هرچه بیشتر جوانان با این تشویش و استراب روبرو میشن یا عادت میکنن، the better they can cope with the stress، بهتر هم میتونن به استرسشون غلبه کنن. خب این استرکچر خیلی ساده ایه، ولی همونطور که میبینین جایگاه خیلی خوبی داره توی رایتینگ. اگر که بخوام جانمایی خوبی بکنم، من معمولا خودم کاری که انجام میدم توی پاراگراف اولی که دارم می‌نویسم، ایده اولم رو سعی می‌کنم با اون
ساختارهای جلسه گذشته، یعنی کامپر با ادوربیال کلاس ها بنویسمش که حالا اگر شد مثلا ریداکشن هم توش اجرا بکنم. و دومین ریزن یا دومین ایده ای که خودم میخوام بنویسم، یعنی مثلا پاراگراف دوم بعد از تاپیک سنتنس رو سعی میکنم با این دابل کامپراتیوز ها بنویسم. اینجوری خودم هم میدونم که همیشه دنبال چه ساختارهایی تو رایتینگ هم هستم یا چه ساختارهایی تو رایتینگ هم میتونم استفاده بکنم. خیلی راحت تر میتونم موقع نوشتن دیگه بدون اینکه فکر بکنم به ساختارها، فقط دیگه دنبال لکسیکال ریسورس و این باشم که فقط بتونم جمله های خوبی رو بنویسم. ساختارها رو از قبل تو ذهن داشته باشم، فکر میکنم خیلی راحت میتونه به نوشتنم کمک بکنه. و حالا که چند جلسه از قسمت استراکچر هم گذشته، فکر میکنم که بد نباشه یک رایتینگ کامل دیگه بنویسیم. ما تمرینی که تو این جلسات آخر با هم دیگه داریم سعی میکنیم به صورت رایتینگ های کامل باشه که اون چیزایی که تا حالا توی رایتینگ هامون گفتیم رو سعی بکنین اجرا بکنین، بنویسین و بدین یکی تصحیح بشه. بچهای پلاس هم که میتونم به خودم بدم برای تصحیحش، سعی بکنین از همه اون چیزی که توانمون هست استفاده بکنین برای نوشتن یک رایتینگ بسیار خوب که همه اون معیارهای رایتینگ رو داشته باشه.